سلامونه خې چریز ز بهلا ساعتیم او تاسو له ټولو نیوز المرنه د ټاکنې خبرونې لیدونکو است قدرمن لیدونکو د ولسمشری او ولایتي شورا ټول ټاکنو ته او ورځې پاتې دي او د دې ترڅنګ د ولایتي شورا د ټول ټاکنو ټاکنیس کمپاینونه هم درې اونۍ کېږي چې پیل شوې دي هغه کسانو چې دوی ولایتي شوراګانو ته ځان نوماند کړي دي درې اونۍ دوی سره سیالۍ کولې او دوی په لرو پرتو سیمو کې په ولایتونو کې هغلته په ولسوالیو کې د خلکو د رایې اخیستو دپاره د خلکو سره ژمنې وعدې کړي دي. دې ترڅنګ په دغه نننۍ خپرونه کې به د ولایتي شورا دغه څلور نوماندان چې موږ سره په خپرونه کې ګډون کوي له دوی سره به هغه برنامې چې دوی لري هغه طرحې او دې ترڅنګ هغه کومه انګېزه وه چې دوی دې ته وادره کړي دي تر څو دوی ولایتي شورا ته ځانونه نوماند کړي. ټوله کې په دې باندې بحث وکړو. ما سره په خپرونه کې د کابل ولایت څخه البته څلور مېلمانه ما سره د کابل ولایت څخه ولایتي شورا ته خپلواک نوماندان دي چې خاطره ساغزی هم د کابل ولایت څخه ولایتي شورا ته خپلواک نومانده، سیده مسعوده یاري هم د کابل ولایت څخه ولایتي شورا ته خپلواک نومانده، عبدالغني عبدال او سید احمد شاه توسلی هم د کابل ولایت څخه ولایتي شورا ته خپلواک نوماندان ما سره په خپرونه کې دي. تاسو خلک راست خو نه په خیر دغدي مونږ زما غړي ساغزی تاسو ته هغه انګیزه چې تاسو سره پیدا شو تر څو د کابل ولایت ولایتي شورا ته ځان نوماند کړی هغه کوم مشخص انګیزه څه وه او تر کومه ځه پورې واقعا هغه شعارونه چې تاسو ورکړي چې د غواړئ خلکو ته خدمت وکړئ هغه څه وو چې تاسو واقعا په دې کې پیدا کړل تر څو د ولایتي شورا له ادرس څخه د خلکو ته خدمت وکړئ؟ زم په خپل وار سره سلام تاسو ته او درنو کاندید صاحبان ته او ساته تلویزیون له لارې د ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په سر کې غواړم کله چې زما د شوهر څخه هم پیدا چې غواړم د ځوان نسل اواز وو او غواړم هغه کوم تشه چې مخکنیو وکیل صاحبانو درلودلی د هغو ته په کتو سره هغه څه وکړم چې هغوی نه دي کړي او غواړم د په ټوله کې درته ووایم چې غواړم د تیر بعضو وکیل صاحبانو ریکارډ مات کړم، یعنی هغه اعتماد چې موکل پر وکیل باندې لاس ور کړی دی هغه اعتماد را ژوندی کړم. بله، هغه تشه چې واقعا تاسو په تیره دوره کې تاسو لیدلی دي او کسان چې دوی خپل خلکو سره ژمنې کړې او دوی ونه توانېدل او هغه تشه تاسو درکړي دي کوم مشخص او سره هغه تشه ته اشاره وکړئ؟ کوي امیش د ځوان په نامه باندې د هر ځوان څخه استفاده شوی دی ولی ورسته د دې چې هغوی ته رای ورکړل شوی دی هغوی د اعتماد رای تر لاسه کړ برته هغوی ته پام لرنه نه کړ. روزمره کوم ځوانان چې دفتر ته راځي کوم غونډې چې موږ نه یوازې په کابل شهر کې درلودلې بلکې په ولسوالۍ کې دغه ټول د دې څخه سر ټکوي چې موږ د احمد محمود سره کار وکړي ولی متاسفه نن ورځ موږ رخ نه اوري، موږ د هغو سره دا موږ پر هغوی باندې باور وکړي چې وکول سبا ورځ که موږ کوم کار باندې دوی بس موږ رخ اوري ولی له بعد مرغ چې هغوی مشکبه مخامخ ورسو موږ نه پیژنې او ټلیفون موږ نه اخلي کله کور ته ولاړ سو مخته څلو پنځه بریر باندې د غو دروازې باندې وای چې وکیل صاحب نسته. نو هغه کوم ستونزې په دستو کې په ټولې ځای ته ګورته ګور ستونزې خو ډیر دي خو بیا هم کوي وکیل کولای سوی د ځوانانو ستونزې حتی اقل د تحصیل په برخه کې د غو سره همکاري وکړي حتی اقل وکول سه هغه ته د کاری زمینی برابر کړي چې نن سبا واقعا ځوانان د دې اړه رنجوري او په دې د دې شمیر ورستربل ډیری چې د بیکاری شمیر ورستربل ډیری د هغوی د تحصیل په برخه کې هغوی توجه نه کړي هغه تر شي چې نن ورځ وکیل صاحبانو هغه څه چې باید کړي وای په تیرو دورو کې لپاره مرخه چې نه دي کړي واړم هغه ته شته په کتو سره د هغوی هغه کوم اعتماد چې یعنی مخکې بیا هم ویل چې موکل پر وکیل باندې لاس ور کړو هغه اعتماد پر تر ژوندې کوم او وکول سم د دې شخ و وسم یا د هغه صلاحیت په چوکاټ کې کوم چې د افغانستان اساسي قانون مشترک کړ دي د هغه صلاحیت په چوکاټ کې د دې شخ تر حد یو حد پر ورسم یعنی هغه ارتباطي پول و وسم د ملاتو د دولت تر بل هغه کوم ورس صلاحیتونه تاسو شروع وکړي په اوس کې د قانون د تصویب نو ورس ته د ولایتي شورا د وکیلانو چې قانون کې کوم څه صلاحیتونه دوی ته ورکړل شوی دغه پاس کوم تاسو تر کومه د پر واقع اند خلکو غوښتنې هم خلک هم یو څه د دوی توقع نسبتا زیات وي هغه چې واقع یو څه صلاحیت ته وګوري دغه څه دوی توقع زیات وي کله د اړول توقعات پر کول لپاره واقع سور تاسو مو پنيسته چې موږ اننني خلک د پنځو کلمو مخک سره نه سو پرتل کولای ځکه په خوا کز د غصبوش ملت په دې نو خبر شته وکیل څونه صلاحیت دی کاغذ ولایتي شورا اوسي کاغذ ولسی جرګه اوسي دا غو څونه صلاحیت او څونه توقع پات ولر دي هم دونه توقع نه لري ځکه مثال یو وزارت د یو محصل کار وسی د یو ځوان کار باندې وسی هغه ته مسل سره وزیر صاحب نو سر کوي کوي وکیل ولې دا غاسستوب کې کولی سي د غوسرو کړ د هغه مشکل حل کی یعنی دا غو د خلکو زکه ما روز مره سره لیدلی د غ لړی دوام لري نه یوازې په کابل کې کوم ځوانان راځي دفتر ته سره ګور کوم غونډه چې مرتل یا کوم ولسوالۍ ته مرتل دا غو دون غټه توقع هم نه ده چې مثال دې ته ډیر کارونه وکي صرف فیسبوک راخ تر هدا پر ورسوي
د دې توقع هم دونې نه ده او باید داغه صلاحیت نه ملت دونې توقع وکړي وکیل سره او نو وکیل باید تر خپل صلاحیت څخه لوري خبرې لوري وادي هم پاتوي او من نکوم ان شاء الله بیر تاسو سره ګرځم خانم یاری چی باعث شد که شما هم به پست شورای ولایتی خود کاندید کردین بعد موضوعات خانم سغزه اشاره داشتن اگر انگیزه را که شما وادار به این ساختن که به شورای ولایتی خود کاندید کنین بر مردم بگوین بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون تولو نیوز و کاندیدای محترم خدمت شما البته مشکلات زیادی در جامعه ما هست که برای ما جوانان اگر واقعیت درک کنیم انگیزه میتن تا ای که ما باید دست به کار شویم هدف ما در شورای ولایتی خود را کاندید کردم ای است که میخواییم بر مردم خود خدمت کنیم قسمی که در شعار خود هم بیان کردیم که خدمت به مردم بزرگترین آرمان من است وقتی که رأی مردم را میگیریم و به طرف اعتماد مردم میشیم باید به مردم کار هم کنیم و مردم ما واقعیت ضرورت داره در این مقطع زمانی واقعیت افغانستان به کار ضرورت داره و باید ما جوانا که ما همچنان از طبقه جوانان و خواستم برای طبقه جوان خود بر طبقه خانمای خود برای طبقه ای که ضرورت دارن میخوایم کار کنیم برشان و باید هم زحمت بکشیم چون ما تحصیل کردیم تعلیم کردیم و بالاخره باید از این تحصیلات خود برای افغانستان خود استفاده کنیم افغانستان که امروز بسیار نیازمند است و ضرورت داره که باید برش کار شود تنها یک راه هستن برای خدمت به مردم یعنی تنها از میتونیم که از باعث وکیل یا از طرف شورای ولایتی باشه یا از مجلس باشه میتونن خدمت کنن به مردم یا دیگر راه هستن و تا حال واقعا تا چه بر مردم افغانستان خدمتی که تاله کردین به طور فردی و اشاره کنین البته فعال حقوق زن و فعال جامعه مدنی هستم و همیشه تلاش کردیم که بتانم از امکاناتی که در دسترس دارم برای مردم خود استفاده کنم و اونا را در اختیار مردم خود بانم متاسفانه ما طبقه جوان در جامعه طبقه هستیم که زیادتر سر ما توجه نمیشه و برای ما فرصت هم زیاد داده نمیشه باید ما فرصت بخواییم و فرصت ها را به دست بیاریم کار کنیم و ما فکر میکنم تنها این یک بخش است که ما انتخاب کردیم هر کس نظریات مختلف دارد اما طور که چهره های هر کس متفاوت است نظریات انسان ها همچنان متفاوت است ما فقط یک اشاره میکنن که ما به خاطر خدمت به مردم خود کاندید کردیم اما وقتی که بتونن رأی مردم را به دست بیارن بعضی کسایی که به اونا رأی دادن اونا میگن که چیزی که اونا وعده کردن به مردم نتونستن که به وعده خود اونا عمل بکنن ما همچنان از اون طبقه هستیم که شعار زده شدیم و خاص واقعی کار کنم و می خواهیم دیری سمتی که خود را کاندید کردیم می خواهیم بر از او جنابای عالی که وعده کردن و عمل نکردن بر از اونا ای را بیان کنم که اگر شما را در جای امو طبقه جوان ما که اونا درس خواندن و بعدش هم در یک پست خوب یا اصلا در کالج مقرر نشدن اگر ما شما را در موقف از اونا قرار بدیم شما چه قضاوت میکنین می خواهیم که صدای مردم خود باشم صدای جوانان خود صدای زنای خود باشم در حکومت هنجریشان باشم و پل رسیدنشان به دولت باشم ما جوانای افغانستان و طبقه اوناس خوشبختانه هر کاری را که بر ما بسپارن بسیار بصادقانه و با صداقت انجام میتیم و ما همچنان با امی انگیزه و فکر آمدیم تا کار صادقانه برای مردم خود انجام بتم و یک ضرورت ما فکر میکنم که شکر میکنم شما پس با شما برمیگردم خاله عبدال استاس په نظر باندې هغه چې تاسو انګیزه پیدا کړی چې تاسو هم راشي یا ولایتي شورا ته ځان کاندید کړئ واخه انګیزه باندې من بس وکوي دي سرسنګ تر کومه د پر واقعا په اوس کې هڅه تر اوسه پولیس ځان نه نوان کړی دي ټول خلک سره د اجمنه کې دي چې به وته نه ګم د تاسو هغه ستونزې د حل کولو د پاره ځنه دین لوړ شاو نه چاغې دي صلاحيت نه لوړ خبره ده استاس واقعا هغه انګیزه چې تاسو پیدا شوه او تاسو هم ځان کاندید کړی دي ولایتي شورا د پر مشخص انګیزه تاسو بسم الله الرحمن الرحیم اول خود له ټول نه تر مخ کې تاسو ته ګرادو کاندیدان صاحبانو ته بیا د تولو نیوز درنو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
دا خو تر دې چې د ټو آر یو شعارونه لري یار کاندید صاحب ځان خپل شعار ورکوي او دوی لدینا تر مخ کې ځان کاندید کړای نه د دوی بم د خپل خلکو ته خپل ولسوالۍ ته بیا ولایت ته دوی خلکو ته دوی معلومی دوی کار ورته معلومی چې خدمت کړی دوی دوی یو څه خدمتونه کړی نه به کړی دا دوی ته معلومی نو راځو په دې چې مونږ خپل شخص انځه ما ځان کاندید کړای د شورای ولایتي ته لدینا تر مخ کې ما خلکو سره همکاري کړې ما کومکونه کړې دي شخصي امکاناتونه ما کوشش کړای د تر څو ز نور هم خلکو ته کومک وکولای سم خدمت وکولای سم تر څو یو ښه آینده ولري د موږ د قوم یا ملت د خاص کر کې د کابل ولایت ته خدمت وکولای سم نو په راتلونکي انتخاباتو کې له خلکو نه همدا خواهش لرم چې دغه چاته د رایې ورکړي څه دغه بیکګراوند معلومي دغه شناخت ولري تر څو چې وکولای سي یو داسې کس تعین کړي بیا پوسټه څه د دوه رایې سره جفا ونه کوي یو موضوع چې تاسو خپل شعار کې ورکړی چې زموږ مرام د خلکو خدمت د هیواد ودانول او د پروردګار رضایت حاصلول دي یعنی واقعا تر کومه ځا پورې همدغه یو مرجع کولای شي موږ تاسو وګورو د ولایتي شورا کله چې خلکو رای تاسو ترلاسه کړی همدغه یو مرجع چې خلکو ته موږ تاسو خدمت کولای شو او د دې تر څنګ خلک تر کومه ځا پورې واقعا هغه باور چې په دغه ډول پروسو باندې دوی درلودو په هغه کسانو چې دوی په تیرو دورو کې ځان نوماند کړی وو ی خلکو سره ډېر سخت ژمنې کړې وو اما مخکې هغه سخت ورته اشاره درلوده چې نن دوی نه توانېږي د هغې ټلیفون حتی دوی ټلیفون څوک نه پورته کوي څومره خلک په دغه باندې اوس باور لري اوس خو دغه تیرسیو کاندیدان هم څه د خلکو ټلیفونونه نه اوچتی بیا دوی کاندیدان دي بیا دوی خلکو ته همدغه وعدې ورکوي خلک خپله ښه پوهېږي خپل خلک د خپله نه ورکوي بیا رایه دغو خلکو ته که نه ولې رایه ورکوي نو خو که دا اوس خلکو ته بیا هغوی ورځي یا هغوی سره دفتن دغه حالاتو کې د انتخاباتو په حالاتو کې دوی ورځي بعضې ځایو کې کومکونه هم کوي اقتصادي کومکونه کوي خو خلک هم باید دا د خلکو مسؤلیت هم دی یوازې د کاندید صاحبانو مسؤلیت هم نه ده دا نوي کاندیدان څوک چې نوي قدم ایښی د خدمت لپاره دا خو د خلکو مسؤلیت هم ده تر څو ولې غولېږي خو دا اوس د دغه انتخاباتو کې چې دوی غواړي چې اشتراک وکړي خو نه دی ورکوي خلکو دغه کسانو ته د رایه نه ورکوي د تیر سو انتخاباتو کې څه وکیلان څه دي دوی خو بیا کاندیدان دي دوی خلق غلی خلق په دې پیږي کنه زمون غلا ول کیږي تاسو مخکې ویل چې مثلا غواړو خلکو ته خدمت وکړو کنه اوس هغه صلاحیتونه چې واقعا په اوس کې د ولایتي شورا ته ورکړل شوی دا د دې تر څنګ نه خلک اوس واشه وي د هغه نظارت برخه هم د ولایتي شورا د وکیلانو څخه اخیستل شوی دا دوی نظارت هم په دغه پروسو باندې نشي کولای یوازې مشوره ورکولای شي مشورې په هغه کې کله به دغه متصل کولای شي واقعا خلک سره به دغه ژمنې وکړو د مشورې په هغه کې دغه خدمت د څه چیرې د چا د کلو کې په خار کې بعض نایو کې چیرې د خلکو مشکلات تر مونږ راورسیږي مونږ کولای شو بغیر له دې نه چې کامیاب هم نشو باید د دوه خلکو مشکلات ورسیږي د دوه خلکو تماس کې یو فضا د دوستۍ راولو د دوه خلکو مشکلات پیش له دې نه چې دوی یو مشکل ته مخ ته یو د دوی لفظي جنگ په غو جنگ تبدیل شي بعد مونږ ورورسیږي د دوه دغه مشکلات تل کو دغه خپل یو مشوره د جرګي جوړ کړي دغه خپل یو مشوره ده د دوه خلکو چیرې کامیاب کیږي بیا د ولایت په سطح راځو والی صاحب سره د خلکو مشکل به والی صاحب تر راځي او هغه والی صاحب خودونه بیا قدرت او صلاحیت لري چې نور دولتي ارګانو سره مشکل حل کړي یوازې خدا مشوره مهمه هغه ده کچیر موږ مشوره ورکو دولت ارګانو ته او دولت ارګانو نه په دې مشورې باندې د خپل عمل نه کوي خو موږ هم خوځیک مقامات لري شورای ولایتي خپل ته والی د والی نه څور تیریږي ریاست جمهوریت د کچیر ریاست جمهوریت ته موږ نه سور رسیدلای او عادل یو رئیس جمهور موږ خپل هم یو عادل رئیس جمهور لرو خو موږ کولای سو کډ نه سو کولای د رسنوی لاره خو خپل غو غوتور رسو د خلکو غو غور رسو بله او من نکو ان شاء الله بیرته تاسو ته راګرځم خو توسلی اول هغه مو شما د هر سبیم د باره وظایف او صلاحیت شورای ولایتي پیش از اینکه به این موشما پردازیم در هر صد تا چند واقعی نگه موشما بیرم فعلا کاندیدای شورای ولایتی که همیشه برای مردم شعار میتن یا از مردم میخواین که شما برای ما رای بتین ما برای شما این کارا رو میکنیم تا چند با خبری از قانون شورای ولایتی هستن تا حالا نمیفهمن که واقعا صلاحیتی های شورای ولایتی چی هستن در هر صد اونا تا چند میتونن که وقتی که اونا شعار میتن یا وعده میتن به مردم هم وعده عملی بسازن بسم الله الرحمن الرحیم با یاد به نام خدای مهربان و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون و درود بر روان پاک شهدای این کشور که در راه آزادی و در راه استقلالی وطن جان دادن و زمینه ای را فراهم کردن که امروز مردم انتخاب کنه وکیلشان نماینده شدن آمدیم راجع به پاسخ به سوال شما متاسفانه آدم از بیان بسیاری از مطالب واقعا خود به خود به گونه تا
طوری فکر میکنه که اینمی از بس که شعار داریم مملکت زیاد داده شده یعنی همه چیز شعاری است شعوری نیست و فضای اعتماد هم بسیار فضای متاسفانه فضای اعتماد به حد کم رنگ شده که دیگه از نفس شعار ایجاد جاذبه میکنه خب طرف چه رقم توجهش به خود جلب کنه ولی در این مملکت همه چیز شعاری است آدم اگر شخصی ما خودم سوال کنیم من هستم کمترین که شاید از کاندیدای شورای ولایتی شاید کاندید مثل من پیدا نشه که من عکس ندارم شما در سطح کل شهر بسن ببینید عکس من نیست یک دونه عکس من نیست علتشان چی هستن؟ علتش ایست که من اول نفسش شما اگر باور و اعتماد مردم را جلب کنین نیاز به این نیست فقط یک اطلاع رسانی کافی است که شما خب عکس وسیله اطلاع رسانی هستن به مردم تا مردم بشناسن من عرض میکنم خدمت شما او میشه از راه های دیگه هم شما کسایی که مثلا به طور من نوعی مثلا اومدیم در شورای ولایتی خود کاندید کردیم خب شما میدانید که ما شورای ولایتی چند است هزینه ای را که ما میکنیم در شورای ولایتی به خاطر رایابی به منصب خب چقدر است خب این هزینه را یک کسی نیست پرسان کنه که آقا وقتی تو شورای ولایتی کاندید میکنی خب هم بسیاری شعارات تو خالی است اصلا میان خالی است فریب دادن است خاک به چشم مردم زدن است خب مردم میفهمه من مثلا خود کاندید کردیم خب اومدیم میگم خب این کارم میکنم این کارم میکنم اونایی که قبل از ما اومده شما در طول تاریخ کسی پیدا نمیکنی هر جایی که حکومتی را بگیره اگر یک پست و منصب بخوام را بگیره نمیگه که من شما را جیبتون خالی میکنم نمیگه من خانه مالتان تراژ میکنم نمیگه که من شما را خلاص گرفتار آلام و مصیبت و دهات و مشکل دیگه میکنم میگه برای شما سهولت ایجاد میکنم زندگی راحت ایجاد میکنم شما را فلان و فلان خلاصه وعده نمیده همه وعده از بس که در این مملکت وعده داده شده انسان اصلا خود به خودی خجالت میکشه که وعده بده ما بیشترین چیزی که اومدیم اعتبار و باورم به اونم کسایی است که با ما شناخت داره و این مرد من یک مسئولیت میدونم قبل از اینکه یک پست مقام بدارم چون باورم باور دینی است ما یک مسئولیت میدونم بر اساس مسئولیت اومدیم در این جدهی را قدم گذاشتیم و امیدوارم است خوب کسایی که نسبت به ما شناخت دارم اگر مورد اعتمادشون قرار گرفتم که خوب رای دادن و اگر نه که این شعار که هستن خب آدم خجالت میکشه شعار مفت اکثریت شعار مفت به معنی است شما ببینید مثلا من شعار میتونم که برای مردم قشر مردم محروم کمک میکنم من شعار میتونم که مثلا در آبادانی کشور سهم میگیرم من شعار میتونم که مثلا مواد مخدر گم میکنم من شعار میتونم که زمینه اشتغال زایی میکنم در صورتی که این شعارا هیچ از صلاحیت شورای ولایتی نیست شما مشوره دادن است به اداره زده مشوره دادن ما شما میفهمید که مشوره یک مشوره دی مونتا مشوره سالم هم خوب است در صورتی که ما بتونیم مشوره خود قبولانده بتونیم در صورتی که مشوره خود بتونیم به جای برسانیم مشوره الزامی نیست اگر قبول کردن خوب یک چیز الزامی نیست مشوره اونایی که بر اساس اینمی نمایندگی مردم که یک مشوره دیست مشوره های سالم هم نمیتونه بدبختانه اکثرا اینا مشورهایشون بر اساس تقاضاست بر اساس اون منافع شخصی خودش است اگر ما مشوره سالم بدیم و خب واقعا بر اساس رسالتی که داریم بر اساس اون قسم و سوگندی که یاد کردیم بر اساس اعتماد مردم خب به این اندازه شاید مشوره کارگشا باشه مشوره شاید یک راهی رو باز بکنه برای مردم که معانه مشکلات مردم حل بکنه بله. مشوره سالم نیست و مشوره متاسفانه نیست آخه توصیل همیشه کسایی که خود کاندید کردن به شورای ولایتی و در گذشتن به ولسی جرگه کسایی که خود کاندید کرده بودن اتا به رئیس جمهوری کسایی که خود کاندید کردن برای مردم میگن که ما میخواییم که از این تریبیون برای مردم خود خدمت کنیم تا چه حد واقعا شعار تا چه حد واقعا شما میبینیم که در گذشته تا چه حد اینا تانستن کنار جنبه عملی بپوشانن و همیشه میخواین به ازمی هر سنا میخواین که رای مردم بگیرن یا واقعا خدمت هم کرده تانستن تا حالی عرض شب خدمت شما که همین کسایی که تا حال بودم پیشتر عرض کردم که شعار فقط به خاطر ایجاد جاذبه کنه برای مردم بگه در اینجا اگر اینا کاری کردن مثلا شما میتونید در سطح شهر به مردم مراجعه بکنین بگین دفتر شورای ولایتی کابل در شهر کابل در کجاست اگر از 100 نفر 5 نفرش فهمید ما در برابر شما خب همینجا هستم هر محاکمه که مرا هر محاکم صاحب محترم میکنه حاضر هستم یا همین موضوع را پیشتر خانم ساغزه اشاره داشتن که نمی موضوع وادار اینا را به نمی ساختن که اینا خود کاندید کنن به شورای ولایتی با خاطر که تال مردم نمیپوان که واقعا اونا تال به شورای ولایتی که در دوره پیش کس خود کاندید کرده بودن کی هستن و تال چی کردن وعده هایی که مردم دادن تا چت حتی تلفن ها از اونا اوکی نمی کنن و چیزی که وعده کرده بودن نتونستن اون وعده خود به جا کنن خب اگر اونا یکی از مثلا کارهای شورای ولایتی است که مثلا شورای ولایتی بعد از جلسات که داره
مثلا جلسات ماهیانه و جلسات خوبی استراری بود. در کل اینا یک زمانی برای گزارش دهی داره که شورای ولایتی از طریق رسانه جمعی یا از طریق رسانه‌ای مثلا نوشتاری باید گزارش کاری خود بده. شما اگر کسی دیده گزارش کاری یک شورای ولایتی در سطح مثلا کابل، بسم الله نشان بده. اصلا اینا کلش مشغول و گرفتار خود بودن. اگر رسانه خبر داره که مثلا اینی کارکرد شورای ولایتی، شما بخونی لایحه وظایف شورای ولایتی است، یکی از کارش که مثلا گزارش دهی داره، باید گزارش بده کارکرد خود. مثلا چقدر مشکل مردم حل کرده، چقدر مشوره سالم دادن، مشوره هیچ کار اجراییش هم هیچ، چقدر مشوره سالم داد. مثلا من میگم خب بودیم وکیل شما، ما مشوره دادیم در فلان مورد، در فلان مورد، در فلان مورد، کسی به مشوره ما عمل نکرده. اینا نیومدن میرم نگفتن، متاسفانه بعد بختانه مشوره که داده اینا بر اساس منافع خود داده و درگیر کار خود بوده که بیشتر از این نبوده دیگه. بله، یگانه چیز عامله که ما گفتم مسئولیت میدانم اومدیم کاندید شدیم این نمیست. بله استاد عزیز، موضوعات اشاره شویدی تر څنګه مو تاسو ګروپ کار کې اشاره نه چې واخن د ولایتي شورا کاندیدانو ورکړي دي، دوی چې موږ به د اداري فساد سره مبارزه کوو او نشي توکو قاچاق مخه بنیسو او تاسو ته به کار پیدا کوو، د دې تر څنګ ښه حکومت ولی به رامنځته کوو. په داسې حال کې چې واقعا که د دوی صلاحیتونو ته موږ تاسو وګورو، حتی دوی په اوس کې نظارت هم نشي کولی د حکومت پر کړنو باندې، یوازې مشوره به دوی ورکوي. هغه هم مشوره که ومنل شوه او که ونه منل شوه، څه فکر کوئ دا خپله د قانون څخه ناخبري لوی مسؤلیت نه بولئ او جرم نه بولئ؟ بلکل، که چیرې یو کاندید د خپل صلاحیت څخه نه خبر چې زه څونی واک لرم او کومې ژمنې باید ملت ته باید ورکړم، نو هغه څنګه کولی شي چې زموږ ستاسې استازیتوب وکړي؟ یعنی دیگه باید خلق باید فرق وکړي چې څوک واقعا شایستګۍ دی لري چې هغې ته رایه ورکړو. بېل شکه چې دا حق سیده چې د افغانستان اساسي قانون ورکړی دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق هر یو هر افغان ته ورکړی دی چې هغه د 25 کاله عمر ولري او د اقل دولسم صنف ویلي هغه ځان نومند کولی شي. ولې دوهم قضاوت د ملت په لاس کې دی، باید هغوی هغه غوره انتخاب وکړي. که موږ دې ته نن ورځ خوشحاله یو چې بلې ځوان نسل ځانونه 70% ځوانانو ځانونه کاندید کړي، ولې ځوانان هم باید پر دوو برخو وویشل سي. داسې کسان دي چې نن د دولسم صنف څخه دی هغه په هغه اجتماعي او سیاسي او هغه ټولنیزو ستونزو باندې نه دی خبر. هغه ځوان زما د یو هیوادوال چې هغه په ستونزو کې زما د یو خور په ستونزو باندې هغوی نه دی خبر، د یو محصل په ستونزو باندې نه دی خبر، د یو بیکاره کس په ستونزو باندې نه دی خبر. هغه څنګه کولی شي زما استا اساس توب کړي؟ څنګه کولی شي په کومه ژبه زما استا د حق څخه دفاع کولی شي؟ نو دوهم چار که په دغه دی د خپل ملت په لاس کې دی، هغوی باید غوره انتخاب وکړي. او رالم د شعار په برخه کې، کله چې مثال که زه داسې شعار ورکوم چې زه د هغه څخه دفاع نسم کولی، او زه تاسې وینئ چې هر ورځ په بېلابېلو رسنیو کې دغه کاندید صاحبانو غوښتل کېږي چې په تېر بحث کې یو بل تلویزیون کې د یو کاندید صاحب څخه پوښتنه وکړه چې آیا مثال تاسې د ولایتي شورا قانون لوستی دی، آیا مثال څو مادې لري، پر کوم د اساسي قانون پر کوم ماده پر بنسټ باندې تاسو د چیش په اړه ونی؟ هغه ول چې یا کم نه کم مالوسته دي، وخت چې ما خپل مثال د پوره معلومات نه تر لاسه کم نه کم ما خپل قانون لوستلی، زه څنګه کولی شم هغه ملت ته چې د نن ورځې د ځورېدلې ملت نوم هم پرې ایښی دی او هغوی دا پر خوله باندې وایي چې هغوی زموږ مرستې ته ضرورت لري، موږ کولی شو چې هغوی ته خدمت وکړو، څنګه کولی شي د هغوی استازیتوب وکړو، څنګه کولی شي د هغوی غږ هغه ارتباطي پل واوسو د ملت د دولت تر مابین چې تر هغه حده پورې ورسي؟ نو زما په اند زه خپل پر هیوادوالو باندې غږ کوم چې دوهم چانس د دوی په لاس کې دی، دوی باید غوره انتخاب وکړي. احمد محمود ټول کاندید صاحبان دي، هر یو ځي مجالس نیسي، خپل پروګرامونه وړاندې کوي، د میډیا د مخې خپل پروګرامونه وړاندې کوي. هغه کوم کس چې واقعا دې ته وکولی شي د هغوی شالید وګوري، د هغوی اوسنۍ خبرې وګوري او د هغوی راتلونکي پلان وګوري، بعد دغه څه دی کولی شي چې قضاوت وکړي او خپل نوماند انتخاب کړي. بله، یو ذهنیت چې له بعد مرغه په افغانستان کې په اوس کې شتون لري، د دې تر څنګ دغه ډول پوستونو څخه دوی غواړي یو ډول دی ځینې مادي امکانات د دې څخه لاسته راوړي، مثلا دوی څخه بعد د پروژو لاسته راوړلو دپاره د اوس کوم وخت تاسو وګورو هغه مصارف مخکې خالي توسلي ورته اشاره وکړه، واقعا هغه اضافه مصارف چې دوی ترسره کوي سلا ایران دې ته پاتې کېږي، هغه امکانات چې دی که چېرته وتوانېږي د ملت رایه ترلاسه کړي او د ولایتي شورا د غړي په حیث باندې راشي، یعنې دغه امکانات چې اوس دی په لګښت باندې رسوي دي، دغه لاسته راوړل ناشونې خبره ده. د ان جي او په شکل ځان ته غوره کړی، غواړي په دغه لارې څخه ځان ته پروژې ترلاسه کړي یا نور هم خپل تجارت وسعت ورکړي. دغه تر کومه دپورې واقعا ستاسو په نظر باندې
بله چې و مو ویل چې غوړه انتخاب اوس ملت کولای شي ځکه د یو کس مخ بیا هم خپل خبر تکرم ته هغه کس بیک گراوند وګوري وسنۍ خبرې وګوري راتلونکي پلان سره وسن چې آیا دا کس څوک دی او څوک به اوسي په هغه صورت کې دی کولای شي غوړه انتخاب وکړي ځکه که هغه خپل د شخصي منافع په خاطر باندې ځان نوماند کړی هغه هیڅکله هم د خلکو استازیتوب نه شي کولای ځکه که نن ورځ هغوی دونې مصارفات کوي چې هغه د ولایتي شورا څوکۍ ترلاسه کړي نو هغوی هیڅکله هم د افغانستان یا د کابل د خلکو استازیتوب نه شي کولای ځکه هغه خپل شخصي منافع په نظر کې نیول دي او د ملت په قصه کې نه دي او اکثره کسان ما لیدل دي داسې ولسوالۍ ته مشتللي چې وایي چې تر اوسه پورې هیڅ نوماند مور ته نه دی راغلی او هیڅ مور کله چې مور نه ورغلی ولې نوماندان باید راسي ولسوالۍ ته او مور سره خبرې وکړي تر اوسه پورې چې مثال دغه د دوې هفتې تقریبا درې هفتې زموږ د کمپاین تیرې شولې تر اوسه پورې چې نه دی ورغلی دی څنګه کولی شي د خلک باور پر وکړي نه یوازې کله چې مور د کابل خبره کوو کابل یوازې کابل ښار نه دی څوارلس ولسوالۍ لري اتلس ناحیې لري باید په هر ولسوالۍ په هر ناحیه باندې وګرځي خپل ځان په خلکو باندې وپیژني او زه دغه ورور د خبر سره مخالف یم باید دا زموږ حق دی چې موږ خپل ځان په خلکو وپیژنو کله چې موږ غواړو د خلکو استازیتوب وکړو خپل ظرفیت خلکو ته ثابت کړو بعد دغه څه د خلکو سره کوئ چې ټاکنیز کمپاین یو میاشت وخت مې د لپاره ورکړی تر څو دوی لاړ شي خلکو سره شناخت پیدا کړي خلکو ته افغانستان کې چې نوې دیموکراسي د دغه تمثیلوي بلکې په نړیواله کچه که هم موږ ورته ګورو هغوی دا پاین د دې حق دی او به د خپل ځان په خلکو وپیژني خپل پروګرام په وپیژني سرخو ملت پر خو باندې باور وکړي او شکر مکرم مننه کوم سلامات اوسې خانم یاری علی هغه بیا هم واقعا خودمی پوسټ شورای ولایتی در افغانستان در شرایط فعلی اگر ما شما ببینیم تا چه واقعا مسئولیت هستند یا واقعا امتیاز هستند اگر ما شما ببینیم شعارهایی را که کاندیدای شورای ولایتی بر مردم میتن به دست آوردن پست شورای ولایتی خودش امتیاز دانسته میشه وقتی که اونقدر شعار میتن حتما یک امتیاز هستن که اینا میخوای به دست بیاره و اگر مسئولیت می بودن باز مردم خودشان میتونستن که انتخاب کنن و برای مردم میگفتن که شما خودتان میپامین وقتی که یک مسئولیت هستن این مسئولیت به دست کی میگذارید البته اگر به گذشته بنگریم پست شورای ولایتی نه مسئولیت بوده نه امتیاز ولی از نظر شخص خودم ما پست شورای ولایتی را از بخش امتیازیش کرده بیشتر میدانم که یک بخش مسئولیتش بیشتر زیاد است و کسی که در این سمت در این چوکی مردمی میشینه که بارای مردم و با اعتماد مردم در این چوکی میایه به این سمت میشینن اونا با مسئولیت زیادتر مواجه هستن هر فرد افغانستان زمانی که رای میتن اونا در مقابل یک رای خود مسئولیت دارن ولی کسی که رای از اونا میگیره او مسئولیت دنیوی و اخروی داره در مقابل هر فردی که بر از اونا رای میته و اعتماد میکنه رای خوده و ازشان خواهان کار و همکاری میباشن بله و در باره آگاهی اما پیشتر بعضی موضوعات اشاره شدن گفتن که آگاهی مردم عامه مردم افغانستان بلند رفتن و میتونن که تشخیص کنن که بین احمد محمود تفاوت چی هستن و به اساس هم از اونا رای بتن تا چه واقعا شما موافق هستن که آگاهی عامه مردم به این سطح رسیدن که میتونن انتخاب درست در عرصه کنن والا قضاوت کردن در این قسمت کم زنه مشکل است به سطح افغانستان قضاوت مشکل است ولی در سطح کابل بله تایید میکنم که آگاهی دارن مردم ولی فقط ضرورت به این دارن که امی کاندیدایی که خود را کاندید کردن اونا باید نقل بتن پیامهای خود را بر از اونا و اونا را باید آگاه بسازن از کارکردهای خود و از اهداف خود از شعار خود من کاملا طرفدار این گپ هستم که باید اگر کسی مردم آگاهی هم داره یا آگاهی طبقه‌ایش نداره باید آگاهی داده شود من یکی از اهدافم ای است که اعاده یعنی دادن آگاهی بر طبقه زنای ما که خصوصا من فکر میکنم که زنان ما بیشتر زیادتر به آگاهی ضرورت دارند به خاطر که آقایان ما بیرون میآیند با مردم ها با دوستان میبینند ولی اکثر از خانمای ما هستند که بی سواد هستند و در خانه های خود هستند می خود ولایت کابل
ما داریم بسیاری از ولسوالی ها و بعضی از نهایا هستن که اونها اونجا اصلا خبری از انتخابات و از ریاست جمهوری شاید رسیده باشه ولی از شورای ولایتی اونها آگاهی ندارن که چقدر زن و چقدر مرد خود را کاندید کردن و این بستگی به خود یک فعالیت یک وکیل داره که وقتی که در اون ولایتی که خود را کاندید میکنن باید آگاهی داشته باشه که اکثرشان نمیفهمن که چقدر ولسوالی چقدر ناحیه در خود ولایت کابل وجود داره و باید از کسی خود را از نظر ما کسی خود را کاندید کنه که واقعا از میانی از این مشکلات برخواسته باشه و از مشکلاتی که در ولایت جریان داره آگاهی داشته باشه نه اون مشکلی که در اونجا خانواده‌اش زندگی میکنه یا در اون منطقه خودش زندگی میکنه باید مشکلات چهار اطراف خود را همچنان در نظر گرفته باید باز یک شعار بده و یک حرکت کنه تا حال تا چه دمی ظرف 3 هفته که کمپاین‌های انتخاباتی شورای ولایتی آغاز شدن در کدام مناطق شما رفتین و تا چه حد واقعا برای بلند بردن آگاهی زنان شما کار کردین در کدام مناطق شما رفتین ما تمام ولایت کابل را گشتیم و امی 14 ولسوالی و 18 ناحیه و تبلیغات ما نسبت به کاندیدای دیگر کمتر است به خاطر از اینکه مردم ما شعار زده شده و امروز که هر کاندیدی که شعار میده هر کس به یک دید دیگه به طرفش مینگره به خاطر که اونا حقشان است هر کس شعار داده و به حساب قلوخ را مانده از آب گذشتن و هیچ گاهی پشت سر خود را ندیدن و به حال هم اینا شعار میتن و عمل نمیکنن و مردم ما شعار زده شده ما خواستم که بروشرها را به چاپ رساندم دوم زندگی نامه خود را و به اهداف و ختمش خود را درش بیان کردم و به تمام مردم از طریق ستاد انتخاباتی خود کوشش کرده رایی هستم که برشان برسانم در سطح ولایت کابل به خاطر که اونا ضرورت دارن که باید نماینده را که رای میتن آگاهی داشته باشن ما شخصا خودم در پروسه کاری خود بیش از 1 سال و 8 ماه است که ما در ای عرصه کار میکنم فعالیت میکنم به خاطر از اینکه ما هر کارت انتخاباتی را که از ماکلین خود گرفتیم تمامش که ثبت کردیم با هر کدامش صحبت هم کردیم و کوشش کردیم که بسیار با دقت پیش برم با آهستگی پیش میرم زمانگیر است ولی بسیار با دقت باید پیش بریم و باید قناعت طرف خود را حاصل کنیم چون ما فردا وکیل از او هستیم او رای میده در مقابل بر ما و ما در مقابل او یک رسالت داریم و یک مسئولیت وجدانی و ایمانی داریم باید اونا هم ما را بشناسن و ما همچنان اونا را بشناسیم خدا کنه یک ذره سرعت بگیریم به خاطر که یک هفته بعد انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی ماندن زنده باشین تشکر خانم یاری خاله عبدال اوس کدی تراش چ وخت کین د اوس فکر وکړه د اتسلور د ولایت شورا کیندان موږ سره د خبرونه کړي هغه ویژګي یا هغه ځنګړنه چې تاسو لري او هغه کسان چې اوس فکر وکړي د رای صندوق تر ځي ولی عبدالغنی عبدال تر رای ورکړي ولی د دې تر څنګ د بل دوست توسلی تر رای ور نکړي ولی هغه یاري تر رای ور نکړي ولی هغه سغزی تر رای ور نکړي هغه ځنګړنه چې تاسو په خپل ځان کې ویني او د خلکو سره وختنه دغه چې ما تر رای ورکړي هغه ځنګړنه ته اشاره وکړه هغه ځنګړې دغه چې زده د خلکو له منځره پاتیدلې ما او زه کور په کور ګرځیدلې ما د ار یو دروازه می ټقولې ده څه اوس څه مخکله کاندیدیدلنه او اوس هم د ار یو کور شاته ورغریم ار یو سم خاص ملاقاتونه کړی دي دغه لپاره دغه خاصه ویژگی ده د مارکیټ خپل پروپراتو سم ورسوالې ته مغلطه تاسو د خپل ټاکنس کمپاین نه مغلطه سره کړی دي خلکو ذهنیت غلطه سره دی ولایت شورا دی وکیلانو په تیر دوره کې په اوس کې اکاندان چشتون لري خلک تر کومه ځا پر وخت نه دوی کوم نسخه سم خلکو سابقه کاندیدانو نکته رضایت نه لري دا ټول ته معلومه ده خلکو ته معلوم ده دولتي رسنیو ته معلومه رسنیو ته معلومه ده ټول ته معلومه ده چې خلک سابقه ونه له بعض نه داسې نسو کولای چې ټول یو په یو پلاته راځو کې کیدو داسې کاندیدان صاحبان په سابقه کې موږ لرو څو غوبه خدمت کړی او داسې کاندید صاحبان هم لرو څو ما خبره ده زه اوس به د چا تلیفونونه هم وکی کوي نو په دې راځو چې موږ څه کوو موږ چای کولای شو او څه وکړو موږ باید خلکو سره څه وعده کوو یا خلکو ته ورزو دغه اوس کور په کور موږ ګرځو باید بال دینه څه موږ په کامیابه کیږو بال دینه هم باید موږ که هره ورځ نسو تلی خو هفتهګه کې خو باید لاړ شو بله کله چې تاسو خلکو ته ورځئ د خلکو څخه دا غوښتنه کوئ یا خپل پروګرامونه دوی ته تشریح کوئ دونه غوښتنه کوئ چې ما ته رایه راکړئ
اغوی وختنه د تاس د وختنه بدل کی دی اغوی وختنه صدا اغوی د تاس نه څو غوړ یعنی تاس نه غوړ چې ماته کار روزګار راکړه ماته پیسې راکړه یا مات نور وختنه تاس ځای کې مخامخې کې خلک پیسې هم غوړي خلک هم ملامت دي باز جایو ته ورځي خلک پیسې غوړي او خلک ته پیسې غوړي د ما جواب وګ خلکو ته شخصا شخصي جواب د ما وګ خلکو ته ده چې اور په نه درکم فی سبیل الله راي راکې فی سبیل الله خدمت درته کوبا وخت مې ته خدمت میونه کو کاش مې کیا او خدمت میونه سو کولای زبادغه وکیلان نیمه استعفا وکوم بیا زغه وکیلانو نو مته قرار په مغه څوکۍ کې نه څلور کاله په تا موسه یا په جبري کې نه په غو څوکۍ وبانتا نو خلکو ته داسې جایو ته مخامخي ګوڅه د خلکو هغه پیسې نه دي پیسې نه غواړي هغه خلک خدمت غواړي هغه خلک سبا ورځ یو مشکل لري وای دغه د موږ مشکل ته تور رسیږي هغه خلک آزاد د کور دروازې دي چې وای وس د موږ پر لوی خلاص دي هغه وخت چې لکه کامیاب کیږي بیا به کوم درزو د تا د کور دروازې د موږ په مخ خلاص وسی نو خلک مختلفه زینونه دي ډيري کاندي صاحبان دي چې د خپل مالی وغونه کار اخلي خلکو ته پیسې ورکړي چې موږ ترای کړی خو ډيري خلکو سو خيار سویم دي نکه ی خلکو ته پیسې ورکي او ته رايام ورکي زه په دې اعتبار لرم هغه ته پیسې ورکي پیسې وای اخلي خو کمپاین به کې جوړې به خوري خو ان شاء الله تعالی خپل رايام به دازل هغه چاته ورکي چې دغه مورد نظر او هغه چاته برای ورکي چې هغه وګوري چې واقعا د خدمت کې د خلکو لپاره او کله چې ته خلکو سره وختره کوي چې ماته راکړي پیسې بل رايام راکړي پیسې بل تاسو ته خدمت کوم کوم تاسو وګورئ په ټوله کې دا به تاسو وي هغه ته چې تاسو د خلکو رايام تر لاسه کړی ولایت شورا غړی او سیګیا په ټوله کې د شورا ولایتي شورا غنور غړي کړي تاسو سره په دې هم نظر نه یا غو خپل تجارت کوي یا نور کاروبار په دې اړه تر سره کوي یوازې پات شي فکر کوي بیا کوم ځمنه شي خلکو سره کوي په هغه کې تاسو پات هغه وخت ان شاء الله تعالی هغه وخت چې هغه سبا موږ چې موږ بغلی کې نو د نور وکیل صاحبانو په مقابل کې چې غو یار څه کوي هغه به آزاد پریدو دا رسنۍ به دا موږ بېو ان شاء الله تعالی دغه رسنۍ ته برزو دغه رسنۍ په مخه کې به بدنامو دا سه به بدنامو چې دا به ویره نه مونږ کې شخصا ما کې چې دا وکیل صاحب په خدای ته رشوت اخري ما غوښه بار علاوه هم صد دغه پروژه کې دغه جی کې دغه غو کې پیسې اخیستلې دغه نفر زورولای دا پیسې ته اخیستي کار ورته نه دا کړای زه د مغه کل خیر سره کامیاب وسم د مغه نه به کاندیدانو نه به وکیلانو نه به چې زه به د خپل مبارزې ته به ادامه ورکوم ان شاء الله تعالی چې هیڅ وخت به د هیڅ رقم ایره به ما کې نه من نه کوم خاله عبد السلامت حسین هغه توسلی اگر برنامه وخت برنامه بسیار کم ماندن در اخر اگر ما شما د جنبندی کنیم و بحث کنیم که واقعا وقتی که شما میرین برای مردم از مردم میخواین که برای شما رای بتن خواست مردم از شما چی میباشن در مناطق دوردست ولایت کابل همیشه بعضی کارندهای محترم اونا میگن که از مردم عجیب و غریب از اونا تقاضا و توقع دارن و گفتن که تا الان در خود مرکز در پایتخت افغانستان آگاهی عامه مردم به سطح نرسیدن مثل که برشان اشاره میشه بله نوبت به ما که رسید آسمان تپید حال وقت کم مده به هر صورت نه مقدر وقت برای شما میتونیم مثل نگره باید خواهش میکنم در قسمت سوالی که خب خانم ساختهی فرمودن من منظور می نبود یک مقدار کم اشاره میکنم که شما آگاهی ندید آگاهی دادن وظیفه هر کاندید از خود معرفی کنه بشناسانه این صحیح است ولی شما آگاهی را تا چه حد شما مثلا برای یک کاری که ارزش کارتان شما در جای مل در یک مسئولیت قرار میگیرید ماهانه 20000 افغانی 30000 افغانی معاش دارید شما وقت برای آگاهی تان 1 میلیون افغانی خرج میکنید که بعضیاش از 1 میلیون بیشتر خب شواهد هم زیاد است از 1 میلیون بیشتر خرج کردن خب این برای او برای آگاهی دادن برای ازبان مردم برشان گفته شده که باید یک کاندید به شورای ولایتی مصرف کردن در یک جلسه 500000 میشه در یک جلسه که میگیرید 500000 میشه یک حرف دیگه اونا میگن که امکانات شخصی خودم استفاده میکنم به خاطر اینکه برای آینده بر مردم خود خدمت کنم از این طریق یعنی من امکانات دولتی را استفاده نکردم امکانات شخصی خودم استفاده کردم خب این حرف یعنی به خاطر معاش ما خود کاندید نکردیم به خاطر خدمت به مردم خود کاندید راه های دیگه شما از اون خدمت از اون معاشی که مثلا شما کی رو دعوت میکنین شما اونجا دعوت میکنه فلان رئیس فلان خانه قوم فلان کلان قبیله فلان ارباب فلان 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 شما برین دم در یک کمپاین برین اگر 5 تا گدار مان کسی خب ما همینجا هستم شما ببین محاکمه کنین هیچ وقت به کسی میمونه که خب چند تا کروزین داشته باشه بادیگارد داشته باشه رئیس فلان قبیله باشه نمایندگی از کجا کنه برونا چون بتونه رای مردم زیاد داره با اونایی که بانک های رای است به خاطر اونا بیبی اگه ما بگیم ما به خاطر خدمت به مردم میکنم آل 1 میلیون مثلا 1 میلیون بعضیاش یکیش در همو تالار دیگه خودش صحبت کرد که ما در دو جلسه 11 لک افغانی خرج کردیم یک 1 میلیون 100 هزار افغانی خب خرج کردیم خب
شما چند تا خانواده میتونستین کمک بکنید؟ اگر شما واقعا و صادقانه یه حرف میزنید، شما میتونستین به هر خانواده 10,000 افغانی میدادین، اونا بدون کمک سخن به شما رای میداد، کمک بهشون میگفتین کار شما خالصانه است. ولی شما آمدین یک جلسه تجملاتی رو گرفتین با یک تشریفات و دبدبه و کپکبه فلان خان و فلان قوم، شما به قشت محروم مراجعه نکردن. در مقابل پیسه مردم برای شما باز رای بده، تا چه حد واقعا باز اونا میتونن که شما را باز از شما پرسان کنن که وقتی او وقت برای ما وعده داده بودن که کار میکنیم، اما تو میگی که برای ما برتون پیسه داده بودن بقاله پول برای تو رای دادی. در همین رابطه همین یک حرف یک خانمی را برتون صحبت میکنم، معلم بود، برای ما گفت خب وقت ما مراجعه میکردم می رقمی، خب زیاد نمیگم که ما چی رقم مراجعه میکنم به سیستم کمپای ما چی رقمی است. او گفت تک بیبی ما با کسی قبلا رای داده بودیم، اول که رفتم برش مراجعه کردم گفت از پیشینگا چی دیدیم که حال تو اومدی همین طوری با ما گفت. خیلی هم ناراحت بود خسته. ما گفتم خب خیر یا گپ بزنیم ما و شما، حداقل همین که میشه ما با شما آشنا شوم دیگه. او گفت به ما تو یک تعهد میتی همینقدر که وقتی اومدم در خانه تو بریم بسته نکنی جواب تلفن ما بدی. ما گفتم خب دلیلش چی؟ دلیلش گفت ما قبلا با یک کسی کار کردم، واقعا زحمت کشیدم، نه تنها گفت حال عذاب وجدان دارم، کسای دیگر که من متقاعد ساختم برای او دارم رای بده و خاطر امونا عذاب وجدان دارم. اکثریت مردم اون طور هستن، تنها یک خانم نیستن در افغانستان واقعا. بعد او گفت ما رفتم به او وقتی مراجعه کردم گفت ما با شما خب ما رای دادیم، درست رای دادیم، ما پول خرج کردیم، ما پول ما از کجا پوره کنم؟ ما پول دادیم شما رو، نون دادیم ما شما رو، پول دادیم خب شما به ما رای دادیم، حالا من مفت برتون کار نمیتونم. خب بدبختانه در این مملکت اینمی وضعیت به وجود آمده. خب وقتی ما عرض کردم همه چیز شعاری است، اینمی توریست، شما در سطح خیابان برین، خب ما به خاطر خدمت به مردم، شما خدمت به مردم میکنین، خب همین پولی مثلا 2,000,000 افغانی رو دانشو خرد میکنین، شما در 300,000ش در 200,000ش خوب اطلاع رسانی میتونین. ما فقط از طریق خودم از طریق نمیز فضای مجازی کمی یک مقدار مردم مراجعه کردین. شما 20,000 افغانی رقص چاپ کنید اگه واقعا بتونه برای اطلاع رسانی کافی است، شما میتونید از طریق یک جریده، از طریق یک روزنامه، حداقل یک وقت یک تلویزیون، ولی یک ولایت 20 میلیون خرج میکنن، 6 میلیون نفوس دارن، مجبور هستن حال اینا قدر پول خرج کنن به خاطر رای گرفتن مردم و با این خاطر که خود برای مردم بشناسن که ما کی هستم، چی کارای پیشتر چی کارا کردیم و تعال برای شما واقعا چی وعده ها میتون و در این دغه ما تانستم رای شما رو بگیرم برای شما چی کارا رو صورت میگیرم. همین حرف اگه واقعا امینا میگه صادقانه، امونایی که خرجای کلان میکنن، بیا بسم الله در مناظره حاضر شوم اینجا که واقعا ثابت بکنه که نمیره، ما برای خدمت به مردم کارم میکنم. در یک جلسه بود چند تا کاندیدای محترم جمع شده بود، اکثرش تصویر رو میبینه صدای میشنوه، بعد گفته بود بیان که بیادرها سری بادیگارد گپ بزنیم، سری معاشات گپ بزنیم، ما و شما هنوز راه نیافته سری بادیگارد و سری معاشات گپ میزنه، سری امکانات گپ میزنه، هنوز در کجا نمره زمین در کجا ببینه، برو با شاروال سه ملاقات کنه، با رئیس ملاقات کنه، با مدیر ملاقات کنه. بعد بختانه وضعیت مردم میتونن که فرق کنن بین همو تو کسا مثل که شما اشاره کردین که واقعا به خاطر به دست آوردن نمره زمین، به خاطر موتر بادیگارد، از این خاطر میخوان که خود کاندید کنن و رای مردم بگیرن، و بعضی مردم کاندیدا هستن که به خاطر خدمت به مردم میخوان که خود کاندید کنن، برای مردم خود خدمت کنن. حال مردم واقعا میتونن فرق بین دو طبقه کنن؟ فرق به گونه میشه که مثلا مردم نسبت به او به گذشته از او آشنایی داشته باشه، شناخت داشته باشه که واقعا اینمی آدم قبلا حرفی را که میزنه به اونمو عمل میکنه و حال عمل میکنه. شما تا زمانی که باور مردمه، اعتماد مردمه، یک خاک با چشم مردم بزنیم، اونا در حقیقت خود بازی میتن. مردم حال میفهمه دیگه. خب مردم شما وقتی دیده قبلنا هم که آمده هر کس آمده شعار داده، وقتی که متصدی امو پست و مقام شده دیگه در خانهش برای کس باز نکرده. شکر میکنم توسلی، زنده باشین. بسیار کوتاه اگه بفرمایین چیزی میخواین شما. یک پیام دارم بر تمام مردم عزیز خود که خداوند جل جلاله در قرآن شریف می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یعنی خداوند در نفس و سرنوشت هیچ جامعه و هیچ انسان تغییر و تحول نمی آفریند، مگر آن جامعه و مردم با به پیش گرفتن راه های تحول آفرین و تغییر ساز در نفس و سرنوشت خود تغییر بیافرین. حال اگر تمام مردم افغانستان از ولایت کابل که خودم هستم نمایندگی میکنم، اگر خود از اینا واقعیت تصمیم نگیرن که در زندگی و در سرنوشت خود تحول بیافریند، هیچ کس دیگه، نه ما وکیل، نه رئیس جمهور، هیچ کس دیگه نمیتونه که در زندگی و سرنوشت از اونا تحول بیافریند. باید همکار باشن با دولت و حکومت خود. سلامت باشین، زنده باشین. آلیف سغزه ایتاسم دیلن پایم ایتاسم کار بدن حتما اولینا
لکسنګ چې دا بس مشولې دی یوازې ولسمشر کرځې په ولس کلن دوره کې خپل کابینه سره مشران جرګه ولسی جرګه او ولایتي شورا ونتوانیدل چې موږ څون ذکر د حل کړی موږ به هم د ولایتي شورا دی وکیل پاس په دې باندې نتوانی جو ولی هغه تشه ته پکتو سره باویت هغه څوک چې هغه کوم خلاوی جديد دلولې هغه خلاوی موږ ډکو او بل خپل پیغام خپل ټول هیوادوال ته دادی چې نه یوازې نه خپل ځان د پاره ته همیش به هم ویلې دی ټول باندې چې ماته رائے مره کوي تاسو وګوري د هر یو بیکګراوند وکوري د هر یو خبرې وکوري د هر یو اگر راتلونکي پلان وکوري بعد لغه خپل تصمیم ونیسي او راځي د دې تر څنګ چې ولایتي شورا ته نومان لرو موږ ملي زیم هم ټاکو په پراخه کچه باندې پټاکونه کې ګډون وکي څو وکول څه خپل ملي زیم هم وټاکو ډیر مننه کوم سلامات سي پلان ډول سره تاسو پیغام اورو د خپل خلکو لپاره د کابل ولایت لپاره خاص کرکې څه د رائے صندوقو ته راسي او رای هغه چاته ورکه یا باور په ولر یا هغه چاته رای مو ورکه وای چې بی باور په یاسته یا ان شاء الله تعالی کچیره ما ته رای راکې د کابل خیر ان شاء الله ته زبه خدمت ورته ډیر مننه کوم سلام سي خو ته وسلی پیام کوتاه شماره مشنه پیام کوتاه برای مردم نمیز وقتی میگه رای یک امانت است یم خوب مبنای دینی داره این امانت خدا خودشون کوشش بکنن با آدم امین بسپارن که فردا خودشان پشیمان نشن که چرا عذاب وجدان نکشن واقعا تشکر میکنم سلامت باشین ډیر زیات مننه کوم کوم ودان سلامات سي جبران له سوتم تشریف راوړ لا تاسو نو څخه ډیر زیات مننه کوم شریده مو زموږ سره ملتیا وکړ بیا هم خلې مې ربانه خدای سپارم الله مو مالش